دانشمندان تلاش می‌کنند با استفاده از خون بهبود یافتگان درمانی برای مبتلایان به کرونا پیدا کنند. سازمان خدمات درمانی بریتانیا از بهبود یافتگان خواسته تا خونشان را برای آزمایش پلاسما درمانی اهدا کنند. متخصصان امیدوارند با تزریق پادتنی که در بدن این افراد تولید شده بتوانند ویروس کرونا را در بیماران از بین ببرند. ربکا مورل خبرنگار امور علمی بی بی سی گزارش می‌دهد. در رقابت برای یافتن درمان، راه حل نجات بیماران ممکن است در خون نهفته باشد. سازمان خدمات درمانی بریتانیا با کسانی که از کرونا بهبود یافتند تماس گرفته. خون این افراد حاوی پادتن است، ماده‌ای که سیستم ایمنی بدنشان تولید کرده تا ویروس را از بین ببرد. هدف مطالعه روی این پادتن هاست تا مشخص شود که آیا می توان از آن برای کمک به بیماران استفاده کرد یا نه. دانشمندان از این طرح استقبال کردند، اما میگویند بریتانیا خیلی دیر اقدام کرده. درباره بریتانیا باید بگم که خیلی از جنبه‌های شیوع این بیماری هست که اگر بعداً برگردیم و بهش نگاه کنیم، این سوال پیش میاد که چرا زودتر اقدام نکردیم. با این حال، با رفع مشکلاتی که وجود داشته، امیدوارم ظرف 2 هفته بتونیم اولین بیماران رو از راه پلاسمای بهبود یافتگان درمان کنیم. این راه درمان پیچیده نیست. اول به افرادی نیاز است که کرونا داشته و کاملا بهبود پیدا کرده اند. خون این افراد گرفته و گلبول‌های قرمز آن جدا می شود. آنچه باقی می ماند پلاسماست. این ماده حاوی پادتنی است که هنگام مبارزه با بیماری در بدن تولید شده. آن را به کسی که کرونا دارد تزریق می کنند. هدف این است که این پادتن به ویروسی که در بدن بیمار است حمله کند. پلاسمای هر یک نفر را می توان به 3 بیمار تزریق کرد. در آمریکا پزشکان بانکی از پلاسما ساختند. تنها ظرف 3 هفته پروژه ملی با شرکت 1500 بیمارستان آغاز به کار کرده و حالا بیش از 600 بیمار درمان شده اند. هرچند که هنوز برای قضاوت زود است، پزشکان میگویند فعلا با مشکلی مواجه نشده اند. در آینده اطلاعات بیشتری درباره پلاسما و پادتن به دست میاریم، اما بعضی وقتها به عنوان پزشک نباید فرصتی رو که برای استفاده از یک روش درمانی پیش اومده از دست بدی. پلاسما درمانی چیز جدیدی نیست. از این روش بیش از 100 سال پیش برای درمان آنفولانزای اسپانیایی استفاده شد. اخیراً هم در درمان سارس و ابولا به کار رفت، اما این روش وابسته به اهدا کنندگان است. در نیویورک کانون کرونا در آمریکا داوطلب زیاد بوده. واکنش مردم خیلی عالی بوده. صدها اهدا کننده اومدن و ما تونستیم تا همین حالا بیش از 1000 واحد جمع کنیم. خیلی امیدوار کننده است که ببینی کسانی که خودشون این بیماری رو تجربه کردن حالا به فکر کمک کردن به دیگرانن. از پلاسما درمانی انتظار معجزه نمی رود. دانشمندان هنوز در حال بررسی میزان تاثیرگذاری آن هستند. اما فعلا در نبود هیچ دارویی برای کرونا و تا ساخت واکسن این روش می تواند نجات بخش باشد. Rebecca Morrell, BBC News.